مادران و دختران. کتاب اول، عروسی عباس خان، نوشته مهشید امیرشاهی. قسمت دوم. ملیح الزمان به عکس خواهرش منزه السلطنه چابک و فرز بود و اهل بگو و بخند. رسیده و نرسیده، نشسته و ننشسته گفت: وا، چرا شما دوتا مثل بوتیمار قوقو اینجا نشستین؟ آتیش بخاری رو زیاد کنین، آدم از سرما قزل قورت میکنه. چه بلا بهاریه امسال، انگار 6 ماه زمستون داشتیم. هیچ همچی چیزی شده؟ راستی مگه قرار نبود دور کرسی پلاستیم شب چره بخوریم؟ منور و دوله با خنده گفت: چرا، منتظر امیریم، بیاد میریم اتاق کرسی. حالا بشین همینجا یه چای بخور. وا منزه، تو که چایی دم گذاشتی از دهن افتاد. بیا رقایه، بیا باز برای همه چایی بیار، از اون کاک یه دونه بخور، تو دهن آب میشه، مال کرمانشاست. رقایه سینی سنگین نقره رو با لیوانهای بلور و گیره‌های میناکاری کار روسیه جلوی خانم‌ها گرفت و منور و دوله ظرف‌های آب نبات پولکی و توت خشک و کشمش سبز رو روی میز خاتم جابجا کرد تا جعبه کاک را نزدیکتر به منزه السلطنه بگذارد. و وقتی رقیه از تالار بیرون رفت، به ملیح الزمان گفت: داشتیم از طفلک محسن خان حرف می‌زدیم، عجب مصیبتی، بلای ناگهانی بود والا. ملیح الزمان که یک دانه کاک را کامل در دهن گذاشته بود و مراقب بود که خاک قندش نریزد، با اشاره سر و حالت چشم و ابرو ماتمش را نشان داد و به محض اینکه به ضرب جرعه چای کاک را پایین داد گفت: بله، که هیچ شک نکنین چیز خورش کردن. بله مسلمه، هیچ شک نکنین. منور و دوله سر را در دو دست گرفت و با وحشت گفت: آخ بمیرم براش، اما از کجا معلوم ملی؟ میرزا محسن خان که درویش گل مولا نبود که خودش باشه و کشکولش. این همه آدم همراش بود، منشی، نوکر، کالسکچی، آخه مگه میشه؟ ملیح الزمان در حین جویدن گفت: حالا که شده جانم، میگن بالا خونه کاروانسرا رو براش آب و جارو کردن و رخت خواب پیچش رو اونجا پهن کردن. شب تشنه شده، پا شده بره آب بخوره، به جایی که از در بره بیرون از پنجره رفته رو پشت بوم و پرت شده پایین. به حق چیزایی نشنیده. محسن خان در رو با پنجره عوضی بگیره؟ چه حرفا؟ نه خیر، خودشون هولش دادن پایین. هیچ شک نکنی. ویلا پس چی شد؟ بارو بونش چی شد؟ کالسکش چی شد؟ کیسه های پولش چی شد؟ پول 2 تا 10 6 تومن تو اون کیسه ها بود. کجا رفت؟ آب شد رفت زمین؟ دود شد رفت هوا؟ بسم الله، در رو با پنجره عوضی گرفته. چه حرفای نامربوطی. اونم هیچ کی، نه میرزا محسن که همه انگشت به دهن هوشیاری و عقلش بودن. منور الدوله گفت: والا چی بگم؟ آخه چرا؟ آخه کی؟ ملیح الزمان فوری گفت: چرا؟ درهم و دینار عزیزم، سکه جیرینگی جونم. کی میخواسته؟ خداش. با کاروان سرادار و قهوه‌چی دست به یکی کردن و کارو تموم کردن، هیچ شک نکنی. کدوم قهوه خونه؟ کدوم کاروان سرا؟ ملیح الزمان جواب داد: یه کاروان سرای سر راه ساوه، اینطور که میگن چند فرسخ به ساوه بیشتر راه نبوده. حالا باید پرسید اصلا چرا آقا اونجا اتراق کرده؟ 2 قدمیش همه دیوانخانه و دیوان سالار منتظر قدومش. همه اینا هست دیگه، هیچ جوابی هم بر نمی داره. حکومت باید دنبال مطلب رو بگیره. شوخی که نیست، سر حاکم مشروطه رو زیر آب میکنن و آب از آب تکون نمیخوره. وا بسم الله. امیر سایه‌وار کنار چارچوب در ایستاده بود و چشمهای سیاه درشتش پر از اندوه به دهان خاله‌اش بود. منور الدوله قبل از 2 زن دیگر او را دید و جایش پرید و گفت: ایوا قربونت برم، تو کی اومدی؟ و
و همانطور که امیر را بغل می کرد که ببوسد، با دست به ملیح الزمان اشاره کرد که صحبت را ختم کند و بیان که دوباره بنشیند، رو به مهمانان کرد و گفت: خب دیگه شاه پسرم هم اومد، پاشین بریم اتاق کرسی. از سوی راه رو صدای پای خدمه می آمد که بین اتاق کرسی و آبدارخانه در آمد و شد بودند. روی لحاف کرسی 40 تکه سفره کتان گلدوزی شده پهن بود. آجیل شور و آجیل شیرین در کاسه های نقره ملیله کار زنجان در وسط کرسی بود و در اطراف آنها گل پرپاش و نمکدان و شیشه آبغورو و سرکه و دلار و سکنجبین و ظرف پرتقال شهسوار و سینی سیب زمینی تنوری و قدح انار قوسی و قاب کاهوی پیچ و دیس باقلای پخته و کاسه کوفته تبریزی را چیده بودند. ملیح الزمان قبل از همه وارد شد و به به گویان زیر کرسی تپید و بشقابش را از خوراکی ها تلمبار کرد. منور و دوله پشت سر او رسید و دست امیر را رها کرد، سرش را بوسید و گفت: امشب این پسر پهلوی خودم میشینه. آخر همه منزه السلطنه با لنگرهای کند به چپ و راست داخل اتاق شد و در میان هنهنهای متوالی و خنده های ریز گفت: واه، من دیگر نفس افتادم. ملیح الزمان گفت: بیا بشین خواهر، بیا بشین تا من برات از این کوفته بذارم که مائده است، پر قیسی و تخم مرغه. این استا حسن منور جواهر، والا جواهر بیبدیل. منور و دوله گفت: دستش نمک داره. آره والا به خدا بخوری. منزه السلطنه که با چشم و بینی رنگ و عطر خوردنی ها را می سنجید گفت: اول از اون سیب زمینی ها بده با گل پر تا داغه. منور و دوله رو به پسر کوچیک منزه کرد و پرسید: امیر جان برای تو چی بذارم؟ امیر با خجالت جواب داد: من الان هیچ اشتها ندارم خاله منور. منور و دوله ملیح الزمان و منزه السلطنه را به حال خود گذاشت و همه میزبانیش را معطوف به پذیرایی از امیر خان کرد و با قهر و مهری مادرانه گفت: اشتها نداری؟ مگه میشه؟ باید بخوری. چشم، اما حالا نه، بعدن. چشمت بی بلا عزیزم، اما بعدن نمیشه، همین حالا. از اون آجیل بخور، آجیل که اشتها نمیخواد، خودم بودادم با آب لیمو و زعفرون، باید بخوری. یالا. پاهای یخ زده امیر از حرارت منقل زیر کرسی جان میگرفت و محبت‌های منور و دوله به وجودش آرامش میبخشید و گره ماهیچه‌های بدنش دانه دانه باز میشد. نه دیگر به سنگینی حضور مادرش فکر میکرد، نه به وراجی‌های بی پایان خالش. منتظر ماند تا منور و دوله یا لای دوم را گفت. آن وقت نیمخیز شد و دستش را به طرف کاسه نقره دراز کرد. تمام بخارات تنش که زیر فشار معده در هم پیچیدش رها شده بود تیزی شد و با صدای رعداسا بیرون جست. ملیح الزمان که با نان تافتون کبودان خورد و کوفته تبریزی لقمه قاضی گرفته بود و دهنش نیمه باز به استقبال لقمه رفته بود، با تعجب امیر خان را نگاه کرد و گفت: وا. امیر سرش را بر دستی که به طرف کاسه آجیل دراز کرده بود روی کرسی گذاشت و چشمهایش را با خستگی شرم بست. تا منزه و سلطن زبان گشود: خدا مرگم بده امیر. منور و دوله با صدای خفه گفت: سس، بی صدا منزه، نمیبینی بچه خسته از خوابیده؟ لبخندی بر صورت امیر پهن شد و آرام آرام خوابش برد. فصل دوم. منزه و سلطنه پا را که روی رکاب راست درشک گذاشت، چرخهای چپ گردونه از زمین بلند شد و از پا با بیتابی سم کوبیدند و سر و گردن را در افسار جا به جا کردند و زبان و دندان به دهن ساییدند تا چهار دست درشکچی و ملیح الزمان ما تحت عظیم منزه و سلطنه را به داخل درشکه فرستاد و تعادل چرخ و گردونه برقرار شد. به محض اینکه ملیح الزمان هم سوار شد،
سورچی گل و شل را از اطراف گالشش تکاند و کپنکش را بیشتر به دور خود پیچید و کلاه نمدش را پایین تر روی ابروها کشید و گره شال پشمینه را زیر چانه‌اش سفت کرد و روی صندلی چوبیش نشست و دست‌های از سرما ترک خورده‌اش را زیر بغل گذاشت و دهان به غرغرهای زیر لبی و نامفهوم گشود. ملیح الزمان گفت: را بیفت عمو، را بیفت، ما حوصله نقنق نداریم، مگه کنیز ملا باقری؟ سورچی گفت: آخه همشیره، توی شلاب و سنگلاخ پای یکی از این حیوانا بره تو چاله، دیگه خر بیارو باقالی بار کن، کی میتونه بلندش کنه؟ ملیح الزمان گفت: وا، مگه داری میری چاله حصار؟ برو شکر خدا رو کن که شاه شهید خندقا رو پر کرد، برو، واسه این دو قدم راه داری غور میزنی پدر آمرزیده؟ از سپه سالار تو منیریه که راهی نیست. اگه قرار بود بری دروازه دولاب یا سر قبر آقا چی میکردی؟ والا. و بعد رو به خواهرش کرد و ادامه داد: خیال کرده منم به سیاق سپهدار بهش گفتم برو فرنگستون که اینقدر لغز میخونه. سورچی گفت: آخه ما که امروز مسافر نمیبریم، قش گو میکشیم. منزه و سلطنه که چاقیش مفتخر بود با خنده گفت: خفشی الهی. ملیح الزمان صدا را بلند کرد: قژ گاو ننته، حرف نامربوط نزن، سرتو بنداز زیر، دهنتو ببند، راهتو برو، به مقصد که رسیدیم انعامت با من، وگرنه. سورچی که تمام این بازی و برنامه را به قصد شنیدن کلمه انعام اجرا کرده بود، دندانهای زردش را به خوشرویی نشان داد و گفت: به روی چشم، به روی چشم، ما خدمتگزاریم، ما فرمانبریم. بعد چشمهایش را گرداگرد منزه و سلطنه چرخاند و به ملیح الزمان گفت: اما همشیره ماشالله ماشالله پرواره ها. ملیح الزمان رو به منزه و سلطنه گفت: مزم میریزه. و بعد اضافه کرد: حالا اون کالسکه رفت خواهر، ولی در فکر یه کالسکه دیگه باش، اینطوری که نمیشه. اگر منزه و سلطنه پیشنهاد منور و دوله را در سر نداشت و تمام این چند شب را در رویای صاحب شدن ثروت سکین خانم نگذرانده بود، از این حرف ملیح الزمان برآشفته می شد. در این دوران وانفسا که عیان‌ترها هم از خیر کالسکه می گذرند، ملیح الزمان چه دستورالعمل‌ها صادر می کند؟ از کجا با این همه گرفتاری و در عین بیپولی دوباره کالسکچی و مهتر و طویله اداره کنه؟ اما تخم فکری که منور و دوله بی هوا و مقصد در مغزش کاشته بود شبان روز بارور شده بود و جز گل و میوه بری نداده بود و صندوق جواهرات و طاقه های ابریشم و ترمه و ظرف های مرغی و سپوست و محصول پسته و انگور سالانه ای بود که در مقابل چشمش جست و خیز میکرد و به نشاتش میآورد. بنابراین با مدارا به خواهرش گفت: حالا تا ببینیم. ملیح الزمان که خود را آماده بگو مگو با منزه و سلطنه کرده بود از ملایمت او متعجب شد و گفت: چیو ببینی منزه؟ چی در سر میپزی؟ منزه و سلطنه خنده ریزی کرد و جنباندن بدنش را با تکانهای درشگه هماهنگ کرد و گفت: هیچی، حالا تا ببینیم، تا چی پیش بیاد، فکر کالسگرم میکنم حالا. هم تمام وجودش میخواست که مطلب را با خواهرش در میان بگذارد و هرچه زودتر دست به کار بله بوران بشود و هم هراس داشت که اگر موضوع را عنوان کند حرف دهن به دهن بچرخد و برای دختر سکین خانم خواستگارهای دیگری پیدا شود و عروس از چنگش در برود. ملیح الزمان با آشنایی به روحیات منزه السلطنه حدس می‌زد که قضیه مهمتر از این هاست و آشکارا هنوز در انتظار جواب بود. منزه السلطنه دیگر تاب نیاورد و دل به دریا زد و گفت: در فکرم که عباس و سر و سامونی بدم، ولگردی بسشه، چقدر؟ زنی براش بگیرم که پابند خونشه. ملیح الزمان که انتظار هر جوابی را داشت جز این جواب گفت: وا، چه حرفا، حالا عباس خان شکر خدا هنوز وقت داره، اول باید شمسی جان رو فرستاد خونه بخت تا بعد. منزه و سلطنه
حرف ملیح الزمان را برید و دل را سفره کرد. نه ملی، متوجه نیستی. من کاری برای شمسی از دستم ساخته نیست. من کی از این عرضه ها داشتم؟ عرضه ماشالله چشم بد دور تو داری. انشالله براش خالگی میکنی و شوهری جفت داماد خودت براش پیدا میکنی. اما برای عباس نقشه داره. منزه و سلطنه به ندرت به درد دل می نشست. مشکلاتش را معمولاً با قرولوند عنوان می کرد و توقعاتش را با اخم و تخم طلبکاری. اما حالا احوالاتش دیگر بود و ملیح الزمان می دید که خواهرش روی دنده حرف زدن است و چون کنجکاویش تحریک شده بود که از نقش سر در بیاورد، برخلاف معمول که حرف را از منزه و سلطنه می قاپید و خودش رشته کلام را به دست می گرفت، فقط گفت ها؟ خب بگو. منزه و سلطنه تا جایی که می توانست به طرف خواهرش خم شد و به نجوا گفت می خوام دختر سکینه خانم رو براش بگیرم و خیالم رو راحت کنم. سکینه خانم در ذهن ملیح الزمان وجود نداشت و آنن به یادش نیامد کیست و انگشت اشارهش را روی گونه گذاشت و با اخم تفکر به صورت منزه و سلطنه خیره شد و پرسید سکینه خانم؟ منزه و سلطنه گفت زن برادر آقا، زنموی بچه ها. ملیح الزمان گفت ها بله بله، اون که قزوینه. و جلوی زبانش را گرفت که بگوید خلوز هم هست. منزه و سلطنه مختصری از خواهرش فاصله گرفت و بدنش را تونتر از حرکت درشک جنباند و گفت بله قزوینه، باید یکی رو بجورم یا روونه کنم اونجا که کارا رو صورت بده و صیغه عقد رو جاری کنه و دختر رو بفرسته تهران. ملیح الزمان مزیتی در این وصلت نمیدید و علت شتاب خواهرش را ابدا نمیفهمید و همچنان با دقت و ابروهای گره خورده منزه و سلطنه را نگاه میکرد. منزه و سلطنه که چشمهایش به شنگولی گشاد شده بود و برق میزد ادامه داد انگار سکینه خانمو نمیشناسی. صندوق صندوق جواهر و ترمه داره، دکون داره، ملک داره، آب و زراعت داره، همه اینا افتاده کنج قزوین. چرا صبر کنم یکی دیگه صاحب شه؟ بیگلر بیگی با ملا صالح بره دختر رو بگیره برای یکی از پسرها و چنگ بندازه روی کرور کرور هستی؟ یا از کجا معلوم گردن کلفت بعدی که سکینه رو میگیره همه رو بالا نکشه؟ آدم چه میدونه؟ از اقبال سکینه هم برمیاد که یکی دیگه بره سراغش. یه ته آب و رنگی دوره جوونی داشته، هنوز داره نونشو میخوره. وگرنه شعور و عقل معاش ابدا و اصلا. ملیح الزمان که تازه متوجه داو بازی شده بود از سر کنجکاوی و تفاهم گفت خوب خوب، عجب عقلی داری میکنی خواهر، چه عروسی داری به خونت میاری، مبارک باشه مبارک باشه. منزه و سلطنه با نگرانی باز به طرف خواهرش خم شد و گفت ملیح جان، تا دختر عقد نشد و وارد خونه ما نشده مبادا تو رو به روح پدر، تو رو به ارواح خاک مادر، تو رو به جان فخر زمان مبادا یک کلمه به کسی بگیا. مردم حسود و بخیلن، آدم چه میدونه، تا ما روی یکی دست بذاریم هزار تا خواستگار پیدا میکنه. تو رو به ارواح ملیح الزمان با تنگ حوصلگی رشته قسمهای منزه و سلطنه را قطع کرد و گفت البته خواهر، چه حرفا میزنی، من جز سعادت تو و بچه ها چی میخوام؟ چی کار دارم به کسی بگم؟ اصلا به کسی چه این مسائل؟ من و تو که بعد از ماجرای خانداداش جز همدیگه کسی رو نداریم. البته باید رازدار هم باشیم. من درست زیاد حرف میزنم اما والا دهنم قرصه.